بچه جوکلار، سلام بچه ها ناسلسنس، حالتون چطوره؟ امیدوارم همتون خوب و خوش باشید. بچه عزیز، امروز قراره که چی یاد بگیریم؟ چند تا جمله کاربردی که برای روزانتون بتونین استفاده بکنید تو مدرسه، تو خونه یا حالا هر جایی. اگه یادتون باشه ما قبلا در مورد سلام احوال پرسی، در مورد سن پرسیدن، در مورد آشنا شدن ویدیو داشتیم. این لینکی که این بالاست ویدیویی هست که ما توش سلام احوال پرسی رو با همدیگه کار کردیم، یادتونه؟ اگر ندیدی این لینک رو بزن برو ویدیو رو ببین. و یک ویدیوی دیگه هم داشتیم در مورد نحوه آشنا شدن، این لینکی که این بالاست مربوط به همین درسه. و این دوتا درسی که تصویرش رو میبینید بچه ها در مورد سن بود، چجوری سن کسی رو بپرسیم، سن خودمون رو چجوری توضیح بدیم و همچنین قیمت و تعداد رو چطوری از کسی بپرسیم و یا خودمون چجوری بگیم. این دوتا درس هست که تصویرش رو میبینید. امروز میخوایم از اصطلاحات روزمره پرکاربرد صحبت بکنیم. مثل چی؟ صبح بخیر، عصر بخیر، شب بخیر، خوش اومدید. اینا رو چجوری بگیم؟ بیاید با هم دیگه تمرین بکنیم. از خواب بلند شدید، صبح اولین چیزی که میگی توی فارسی، توی ایران ما میگیم سلام، صبح بخیر. اما توی ترکیه میگن günaydın، 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 günaydın. بچه ها گونایدن نیسا، گون آیدن، گونایدن یعنی صبح بخیر. یا ایسا باهلار، ایسا باهلار. البته اینو زیاد بزرگتر را استفاده میکنن، یعنی صبح خوبی داشته باشی. خب آماده شدی؟ صبحونتو خوردی؟ و یا داری میخوری؟ میخوای به خانواده بگی نوش جونتون، یا خانواده میخوان بهت بگن، یک کسی میخواد بهت بگه نوش جونت، بیرون هر جایی، توی رستوران چایی داری میخوری، فرقی نمیکنه که چه چیزی رو داری میخوری یا مینوشی، وقتی میخوای به یکی بگی نوش جونت میگی آفیت اولسون، آفیت اولسون، آفیت اولسون، آفیت اولسون، یعنی نوش جونت، نوش جونتون. حالا لباساتو پوشیدی، میخوای بری مدرسه. وقتی که از در میری بیرون مامانت میخواد بگه ساعت درسی خوبی داشته باشی. میگه چی؟ ای درسلر، ای درسلر. ای درسلر یعنی ساعتای درسی خوبی داشته باشی. میری مهمونی و صاحبخونه میاد استقبال شما، بهتون میگه خوش گلدن، خوش گلدن علی، خوش گلدن سارا، یعنی خوش اومدی علی، خوش اومدی سارا. یا میگه خوش گلدنیز چجوکلار، خوش گلدنیز یعنی خوش آمدید، خوش آمدید بچه ها، خوش گلدنیز چجوکلار. میخواید در مقابل خوش آمدید یک تشکری بکنیم. تو فارسی ما میگیم ممنون متشکرم، اما توی ترکی باید بگیم هوش بولدوم، یعنی شما رو خوب پیدا کردم، خوب دیدمتون، شما خیلی خوب به نظر میای، جای خوبی اومدم. و یا میگی هوش بولدوک، یعنی جای خوبی اومدیم، شما رو خوب دیدیم. پس هوش بولدوم و هوش بولدوک جواب هوش گلدن و هوش گلدنیز هست. خب حالا میخوایم از مهمونی بریم بیرون. ما مهمون بودیم، صابخونه میاد بدرقه ما، ما به صابخونه میگیم هوش چاکال، هوش چاکال، یا هوش چاکالن، هوش چاکالن، یعنی در شادی و خوشی بمونید. برای چی؟ برای خداحافظی میگیم اینو، به جای خداحافظی. صابخونه به ما میگه چی؟ یا کسی که میخواد بمونه و شما میخواید ازش جداشید برید میگه چی؟ گله گله، گله گله،
یعنی چی؟ یعنی به شادی بری. اونم اینو به عنوان خدافزی استفاده میکنه. گله 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 گله. حالا بریم یاد بگیریم که بگیم روزتون بخیر، عصرتون بخیر، شبتون بخیر. اگه بخوایم بگیم روزتون بخیر باید از کلمه گون استفاده کنیم، یعنی روز. توی درس قبلی یاد گرفتیم ای گونلر، ای گونلر یعنی روزتون بخیر، روز شما بخیر. ای اکشاملار، ای اکشاملار یعنی عصرتون بخیر. عصر شامل عصر خودمون توی فارسی هست، به علاوه اولای شب میشه اکشام، یعنی تا نزدیک اونجاهایی که نخوابیدیم هنوز و نشستیم میشه اکشام. پس ای اکشاملار یعنی عصرتون بخیر، غروبتون بخیر، اینم میشه. حالا یه جایی هستیم میخوایم بریم خونمون آخر شب دیگه یعنی برسیم خونه میخوابیم، اون موقع آخر شب میخوایم از یکی خداحافظی بکنیم و یا میخوایم به مامان بابامون توی خونه شب بخیر بگیم، به کسی شب بخیر بگیم. چی بگیم؟ ای گجلر، ای گجلر، ای گجلر یعنی شب بخیر. حالا فرض میکنیم که دوستانمونو، آشنامونو، کسی رو یه جایی دیدیم توی خیابونی، جایی یا حتی خونمون دیدیمشون، میخوایم دیگه ازشون جدا شیم، حتما باید بگیم خوش چاکالون یا گله گله؟ نه، میتونیم از چیزای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا مثل چی؟ گروشیروس، گروشیروس، گروشیروس یعنی میبینمت، میبینیم همدیگر رو، گروشیروس. و یا اون عبارتی که همیشه من توی درس ها به شما میگم، آخر درس میگم گروشمک ایزره، گروشمک ایزره، گروشمک ایزره یعنی به امید دیدار، گروشمک ایزره. خب بچه ها اینم از درس امروز، اما تا ویدیو تموم نشده به این حرفای من خوب گوش کنید. اگر دوست دارید که مکالمه ترکی داشته باشید با دیگران، یعنی بتونید راحت و بدون دردسر زبان ترکی رو صحبت کنید، چه کار باید بکنید؟ باید این کارا رو بکنید. اگر جمله ای رو بهتون یاد میدم یا کس دیگری یاد میده، اون جمله رو یادداشت کنید، چون زبان از ذهن آدم زود فرار میکنه، میره بیرون، فرار هست. این جمله ها را یادداشت کنید. بعد چه کار کنم؟ بعد بلند شم صبح که شد، به جای اینکه بگم صبح بخیر، مثلا بگم گونایدن، با مامان، بابا، خواهر برادرها و دوستای نزدیکمون تمرین کنیم، فکر کنیم که اونام ترک هستن، باهاشون ترکی صحبت بکنیم. همون چیزایی رو که بلدید یواش یواش اگر اجرا بکنید، تمرین بکنید و تکرار داشته باشید، هیچ وقت از ذهنتون بیرون نمیره. بچه های عزیز، اگر میخواید که تلفظتون از یک کلمه درست باشه، جمله هاتون رو درست ادا بکنید، باید با صدای بلند بگید، نه اینکه توی دلتون بگید خب من که اینو میدونم ای گونلر هست یعنی روزت بخیر. خب پس دیگه چرا با صدای بلند بگم؟ وقتی با صدای بلند میگید، خودتون اشکال تلفظی خودتون رو میشنوید و میفهمید که اینجاش با اون ترک زبونا فرق داشت. اون دوستم که ترک توی مدرسه ای گونلر رو میگفت ای گونلر، اما چرا من گفتم ای گونلر؟ باید بین او و او یک فرقی باشه دیگه. که اینو متوجه میشی؟ وقتی که بلند بگی، بلند اون جملات رو ادا بکنی. اینم از درس امروز. میدونم که خیلی به دردت میخوره عزیزم، حتما توی ویدیوی بعدی میبینمت. کانال رو سابسکرایب کردی، زنگوله رو هم زدی حتما، که اگر درس جدید اومد زود خبردار بشی.
ویدیوهای ما رو اگه دوست داری حتما لایک کن و نظرتو هم زیر این ویدیو برای ما بنویس. اگر دوست داشتی برای دوستات و یا کسی دیگری این ویدیو رو بفرستی، از گزینه شیر میتونی لینک این ویدیو رو برداری و برای دوستات شیر بکنی. تا دیدار بعد، ویدیو بعد و درس جدید، گریشمک زره.